چه اسباب بازی خوشگلی واسش گرفتم. بعد یاد بگیری غذا درست کنی تو دیگه واسه من غذای خوشمزه. بلد نیستم. اما اگه بلد نیستی دیگه اینو بعد بدی به من. اگر بلد بودم چی؟ اگه بلد بودی که مال خودت، ولی الان که بلد نیستی دیگه اینو بعد بدی به من. مامانم به من نمیده. شوخی کردم واسه خودت. ببین نگاه این قابلمه‌شه. این قوریشه. این قوریشه. آفرین. این گازشه. آره اینم گازشه. این قاشق جنبالشه. بعد واسه ما یه چای خیلی خوشمزه درست کنی. خوب. این دندونشه. این دندونشه. بعد خود بدیم حضور اذیت باشی ها. باشه. آفرین. دوستش داری؟ بله. آخه مبارکت باشم. یا قدیم و یا علیم، یا حلیم و یا حکیم، سبحانک یا لا اله الا انت، الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب. سبحانک یا التوبات، یا سامع الاصوات، یا عالم الخفیات، یا دافع البلیات. سبحانک یا لا اله الا انت، الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب. سبحانک یا لا اله الا انت، الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب. مامان بیا الان عزا میگنم. ناصر صدا کردی؟ گفت بخواد روزه بگیره سحری نمیکنه. روزای به این بلندی بی سحری که نمیشه که. سرشو کرده زیر بالش صدای منو نشنوه. چقدر جای بابات و مسعود خالیه. سفره که همه دورش نباشن از همه دل آدم نمیچسبه. کاش بودم. حق با شماست مامان جون. الان عزا میگیره. سحری تو بخور. باشه. بالاخره برات بخرم؟ نه بابا نه، من هیچ وقت ماشین خارجی سوار نشدم. منظورم ماشین خیلی خاصی نیست، دور از شأن توی که ماشین ایرانی سوار شی. اختیار داری آقای کلایی، من یه مأمور خرید ساده چند تا شرکت هستم و بس. شأن من چی میگه؟ این ماشین از سرم هم زیاده. میفهمم، ترجیح میدی یه کارمند ساده به نظر بیای تا یه تاجر. چه میشه کرد؟ این هم یه جور زندگیه دیگه. خب بگو ببینیم چه خبر از برنجا؟ کدوم برنجا؟ همون پارتی برنجا که برات فرستاده بودن دیگه، هندی ها. مگه تو خارجی هم کار میکنی؟ داداش آسیا به ما همه چی خورد میکنه. چقدر داری؟ هر چقدر که بخوای. و سه چیز برای من خیلی مهمه آقا کلایی. قیمت، تاریخ مصرف، سمی نبودن برنجا. از هر سه نظر خیالت راحت باشه. زیر قیمت بازار، تاریخ مصرف یک ساله و ضمانت سمی نبودن برنجا. خیلی خوبه. تعبیر؟ هر مکان و هر زمانی که دلت بخواد. چه فروشنده بی‌نظیری، ما هر چی می‌خوام شما تعمیم می‌کنی.
آقا میگم مشکوک میزنی آقا کلایی ها. نه بابا شوخی کردم. من 50 تومن برنج تو کیسه‌ای 10 کیلویی میخوام، تحویلشم تهران، مشهد، شیراز، اصفهان. مشکلی نیست، چکشه بنویسم این امروز برات ارسال میشه. بسیار خوب، چی بهتر از این؟ راستی آقای کلایی، این پسره ناصر پهلوان دوماد شما میشه؟ اینجور که بوش میاد بله، و در حال حاضر تنها آرزوشه. میگم انتخاب خوبیه. انتخاب ما یا اون؟ بازی دو سربردی رو شروع کردی آقا کلایی. اگه اون با آرزوش برسه، شما یه داماد عاشق پیشه داری که به خاطر دخترتون دست به هر کاری میزنه. اون یه برامرزی تجاریه که شما در کنارش میتونی هر کاری بکنی. در مورد اول شک دارم. عشق و عاشقی دوران داره، تموم که بشه چشم به کار میفته و عقل به تحلیل. تو آدم خطرناکی هستی آقا کلایی ها. قانون اول تجارت میگه که هر چیزی قابل خرید و فروشه، حتی عشق. آقا جون شما بشین تو ماشین، من الان میام. آمنه خانم بفرما. سلام علیکم. علیکم سلام، فرمایشی داشتی؟ آمنه خانم شما این؟ بله خودم، چی کار داری؟ تا 3 ماه پیشم به جار میرفتم، اما دیگه درد امونم نمیده. هفته 7 سوزن میزنم به این پام، 7 سوزن به این پام. هفته 4 سوزنم به این دستم میزنم. شبانه روز باید پامو گرم نگه دارم. اگه نه که باید از درد زمین و گاز بگیرم. دکتر چی؟ دکترم رفتین؟ رفتم مریض خونه رشت. آها. دکتر منو دید گفت روماتیسمه. آخه. به خاطر اینه که 30 سال تو بجار بودی. آب تا مغز استخونت کشیده. خوب شدنی هم نیستی. نامه داد رفتم مرکز بهداشت. گفتم کسی رو ندارم خرجمو بده. اونا هم نامه دادن سوزنامو مجانی به هم بدن. پسر رحمت هفته یه بار میره رشت برام میگیره میاره. خدا انشالله شفاتون بده. آمنه خانم، ما از تهران اومدیم ببینیم ماجرای حساب کتاب شما با حاج کاظم پهلوان چی بوده. زنده است؟ آره الحمدلله خوبه. چی حاج خانم؟ هیچ، یه حسابی بین من و خدا. نفرینش که نکردین؟ نه پسر جان، نفرین برمیگرده به خود آدم. فقط واگذارش کردم به خدا. خود خدا میدونه که چجوری حق من زمینگیر رو ازش بگیره. آمنه خانم، اینجوری هم که شما میگین نیست. اون بنده خدا روحش هم از این ماجرا خبر نداره. از اون موقعی که فهمیده شما زمینتون رو بابت بدهی دادین خیلی ناراحت شده، خیلی. الان منو فرستاده بابت اون زمینی که از دست رفته، هر زمینی رو که خواستم من براتون بخرم. میخواد جبران کنه. داره میمیره نه؟ خدا نکنه. میخواد حسابشو همین دنیا تسویه کنه، چون میدونه اون طرف سر پل سرات اول باید جواب منو بده تا بتونه رد بشه. من زمین میخوام چیکار پسر جان؟ برو به زندگیت برس. آمنه خانم، عرض کردم که حاج آقا از این ماجرا اطلاعی نداشته. کار کارمنداش بوده، کار زیردستاش بوده، حالا اومده جبران کنه. پسر جان، من نه شوهر دارم، نه بچه دارم، نه کسی دارم که بخوام چیزی بهش برسه. از این زمین خدا بالاخره اندازه یک قبر گیر ما میاد. اگه بشه وسط دشت خدا، نشد بالای کوه، اصلا تو بیابون. تو مملکت مسلمونی جنازه که رو زمین نمیمونه پسر جان. زمینم نمیخوام. بفرما به سلامت. سلام علیکم، خدا شفا بده. قابل شما رو نداری. حاج آقا پهلوان خودشون اومدن حلالیت به طلبن. شما هم بگذارین دیگه حاج خانم، نذارین بار ما سنگین تر بشه.
سلام علیکم حاج پهلوان. اون وقتی که پسر گردن کلفتت کریم میگفت مشکل مشکل، خودت کجا بودی؟ اون روزی که کریم پسر در بدل شدت زندگی ما با آتش کشید کجا بودی؟ من هیچی نمیخوام. کریم که حاج خانم، شما فکر کنین یه پسر بچه ای اومده زده شیشه شما رو شکسته، حالا باباش اومده خسارتشو بده، قبول کنین دیگه ازش. من نه زمین میخوام نه هیچی. بفرما به سلامت خانم. به همون خدایی که ما رو واگذار کردی بهش کتابیا. بالاخره آدمی زاده، اشتباهی شده دیگه، میخواین التماستون کنم؟ من التماستون میخوام چیکار؟ من زمین میخوام چیکار؟ میگم برو برو دیگه، برو جبران کنم. چی رو جبران کنی؟ من جبرانتو نمیخوام، هیچی نمیخوام. برو فقط، فقط برو، فقط برو. خودخوری نکن آقا جون، بازم جای شکرش باقیه که فهمیدیم کار ناصر نبوده الحمدلله. پاشو پاشو بریم، من خودم بعدم میام رضایتشو میگیرم. پاشو آقا جون پاشو. نه بابا جون، من هیچ جا نمیام. نمیدونم چه قصه ای، هر وقت قیافتو میبینم تمام تن و بدنم میلرزه. از بس دوستم داری. طبعا تا دلت بخواد ازت بدم میاد. منم دوستت دارم. ببین الان که من تو اینجا خوش خوشان نشستیم تو حیات، حاج کاظم و مسعود رفتن شما رو آمار برنجا رو بگیرم. وای وای که اگه بفهمم من به تو برنج دادم. آدم با تو بره دوزی اینقدر رنگی. حرف نزن بابا، تو اگه مسعود میشناختی اینجوری کاری نمیخوندی. پاشو بابا پاشو، نمیخواد قصه بخوری. باشو بریم خونه ما یه صفایی کنیم. من رو که اصلا نیستم، الان برم زیر صف خفه میشم. بریم بیرون یه هوایی میخوری. بیرون کجاست؟ این فرازاد، این قلیون میکشه و عشق میکنی. اصلا قلیونه نیست. من هستم، میکشم فوت میکنم تو صورتت. باشو بابا باشو، این پیره مرده هر روز بازار خونه خونه، بازار بازار خونه. تارن که بود نبستی تو؟ باشو بریم یه حالی بکنیم. باشو دیگه، زبان به خونه بگیر. نمیخوام، تو را زنگ میزنی. باشو دیگه، السلام و سهر بابا. آقا جونو ببر دریا، عاشق دریاست. چشم حتما. عزیز چطوره، خوبه؟ عزیزم خوبه، سلام میرسونه.
اگه اونجاست بده من باشه حال احوال بکنم. بله آقا جون خیلی سلام برسون. از من خداحافظ. بیا محسوده. سلام مادر. سلام عزیز جون، چطوری؟ خوبی؟ شکر. تو خوبی؟ بابا چطوره؟ خوبه الحمدلله. گفتی و منم باور کردم. میگم خوبه عزیز جون. خرابکاری های ناصر؟ چی بگم؟ یه جورایی. تو رو خدا حواست به بابات باشه. چشم. چه خبر؟ خبر؟ از چی؟ خودت که بهتر میدونی. خیلی خوب، امروز دیدمش. تو خیریه. خوب بود. خوب؟ حرفی نزد؟ نه، حرفی نزد. ولی من مطمئنم که دلش پیش توه. پس چرا میگی نه؟ ببین، ما از امشب تو خیریه نظری داریم. همش هم اونجاست، مریم هم میاد. بالاخره تو این دو سه شب از زیر زبونش حرف میکشیم. نگران نباش. انشالله. منم فکر می‌کنم امشب یه کارامونو بکنیم کم کم راه بیفتیم. انشالله. ببین بابات با من کاری نداره. آقا جونم اونجا پیش آتیش نشسته. از من دوره. اگه کاری داشت میگم بهتون زنگ بزنه. واقعا خوبه؟ عزیز جان. میگم خوبه، نگران نباش. خوبه. خب خدا رو شکر. مواظب خودتون باشی. کاری داشتین زنگ بزنین. خداحافظ. سلامت باشی. خداحافظ. نمیدونم چرا هیچی سر جاش نیست. چیکار میکنی آقا جون؟ چرا اینجوری میکنی؟ ببینم دستتو. آقا جون این کارا چیه؟ میبینی بابا؟ من تا حالت یک گل کوچیک آتیشو ندارم. چجوری تا حالت آتیش جهنم رو بیارم؟ آقا جون جواب این مردم رو چی بدم آقا جون؟ شده ده شبانه روزم میشینیم ولی رضایتشو میگیریم. آقا جون من رضایت میگیرم ازش. قربونت برم. این کارا چی آخر؟ حالا رفیق گلمون چطوره؟ حالا اینجا فرزاده؟ اگه قرار نبود بریم فرزاد، خب اگه میخواستم خونه بشینم که خونه خودمون نشسته بودم. شبه یا فرزاد؟ تو اگه از این چیزا هم سرت میشه؟ یعنی اینجا قد فرزادم نیست؟ من اگه میدونستم برنامه متینه کار خودمون میکردم، میخواستم برم مراسم عیار. اوه کو حالا تا القوس القوس یا میبرم بزن روشنش. بابا ای بابا سیگار نیستم. سیگار که نمی کشی، آب میوه که نمی خوری، قلیون که نمی کشی، بگو نسازم دیگه. آره داداش نسازم. من می سازم. داره بار میشه، تا یک ساعت دیگه تو هم بارده. خداحافظ. بچه ها معطل نکنید، بجون ببینم چیکار میکنی. ماشاءالله بودو 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 معطل نکن. دیر شد صمد دونی شسی اینجا برای چی آخه؟ آقا صابر چرا نمیفهمی؟ حال من خرابه، اگه کلایی بفهمی که بدبختی. حالت خرابه چیه؟ بیرم چه بینم چی داری میگی؟ مرد حسابی مزخرف نگو. بهرام از ریز حساب کتاب هم اصلا خبر نداره. بالاخره که چی؟ برنجایی که اومده رفته حساب کتابش که تو حجره هست. نگران نباش، اونا دارن شیش لپی میخورن. این یه تون و دو تون و نمیدونم زیاد و کمش که براشون فرقی نمیکنه. بدبخت. ما تونی میاریم، کیسه ای میدیم بره بیرون. کیه کیه؟ من تو عمرم هر غلطی کرده بودم الا یه دونه. الا کدوم؟ خیانت.
تو تلویزیون زیاد میبینی نه؟ چه ربطی داره؟ میگم تو عمرم هر کله ملقی زده بودم الا این یه دونه کار. خاک تو سر خرم. خوب خودت میگی خرم. خب خره، تو نمیخوای خودتو ببندی؟ ها؟ برو. حالا هم برو این بارنامه ها رو کاراشو بکن، بده به راننده ها ماشین ها را بیفتن دیر شدی. معطل نکن. ده برو دیگه، وایسادی منو نگاه میکنی. برو ببینه. ببینه. اعصاب برای من نمیذاره. ببینه. الله. حاج کاظم، مسعود کجا بابا؟ جونم آقا جون، شما آزشی من برمیگرد. دیر نکن یا چشم. زود بیا را بیفتیم طرف دیر. چشم، بفرمایید. آزشی من اومدم. کریم بینجا بینم. به به آقا مسعود خوش اومدین. وایسا اینجا، وایسا اینجا بینم. وایسا واسه چی گاو از طویل کشاورز کشیدین بیرون؟ گاو؟ آره گاو. کدوم گاو؟ کدوم گاو؟ آها خب همون یه بار بود. حرفان سر چند بارش نیست، سر چراییشه. چرا؟ آقا ناصر گفت فهم کردیم دیگه. ناصر گفت گاو از طویل کشاورز بکشیم بیرون. بابت چی؟ اسم گاوو که نیاورد. خب گفت جا طلبمون یا پول بگیر یا برنج. گاف پوله یا برنج؟ خب پولش گردم. تو غلط کردی مردی که، تو بیجا کردی و آبروی ما بازی کردی. بابت گردن کلفتی تو 100 تا گردن کج کردیم تا حلالیت بگیریم. عوض دست در نکنه است؟
اگه واسه خودم این کارو کردم. مردی که احمق بیشور، تو با اسم آقا جون من حق و ناحق کردی، اسم داداش منو خراب کردی. حالا می‌خواستم تشکر کنم. آره شما که پولتون رسیدین، الان مشکل چیه؟ مشکل اینه که ما حلال و حرام سرمون میشه، به هر قیمتی نون نمیبریم سر سفرمون. حالا برو گم شو دیگه، نمیخوام اینجا کار کنی، برو گم شو. به چی رو میکنی؟ بری سر کارتون. منتظر شما بودم. مزاحمت نشم. مزاحم چه؟ اول شما رو برم خیریه، بعد از اون برم دادگستری. نمیخواد، من خودم اون رو میرسونم. برم من؟ آره دیگه، برو برو دنبال قاچاقچیا، دارم ول میچرخن تو خیابونا. خدافظ. خدافظ. بشی ماما. من پیاده میرم دیگه ناصر. ماما الان که داشتی با مریم میرفتی، بی میرسونم دیگه. خب میخوام یکم پیاده برم. دوباره چی شده؟ دوباره در کار نیست مادر. من هرچون خواستم ماجرای تو و نازی رو با بابات در میون بذارم نتونستم. تو هم بهتره زخم گذشته رو باز نکنی. باباتو که میشناسی. زخم چیه مامان؟ این چه حرفی داری میزنی؟ دخترها رو دیدین، کلی در موردش با هم دیگه صحبت کردین. من فکر کردم با آقا جون تموم کردی اصلا. چیزی شروع نشده بود از دید ما که بخواد تموم بشه. ناصر من درکت میکنم مادر جون. اما خواهش میکنم تو هم باباتو درک کن. ببینم مامان، روزی که من دنیا اومدم ما هم که داریم آقا جون رو درک میکنیم، که این نوبت من میشه ها، که قراره اون ما رو درک کنه. بحث محسود که هست، میخواد یه زنی رو بگیری که حتی بچه هم داره، کل تیر تایفه لشکرکشی میکنی. بعد نوبت من که میشه میخوام یکی از قماش خودمون رو بگیرم، این اوضاع. بگو من بچه سر راهی هم دیگه. لاله تا حالا ندیده بودم بدون خدافظی بریم. من اصلا ببستم، معذرت میخوام، نواسم نبود. خدا نگهدار. خدافظ. ان اون تکرار کنید. آفرین. ببینید بچه ها، تنوین نون ساکنیه که در آخر کلمه خونده میشه ولی نوشته سلام نمیشه. ساکت باشید تا من الان بیام. چطوری عطیه جان؟ سلام. خوبی مریم؟ خوبم. تو خوبی؟ حسابی مشغولی؟ آره مشغول بچه ها و درس و کلاس و زهرا چطوره؟ زهرام خوبه. دلم براش یه ذره شده. مشل از بس که شیرینه. لطف داری. مامان چطوره؟ مامانم هم خوبه. یه پارچه خانومه مثل خودت. ممنونم. اوضاع چطوره؟ چه اوضاعی؟ اوضاعی زندگی و... به مریم جون، من الان کلاس دارم. ببخشید. فهم
بده من این اثارو بده. آقا جون راحت دراز بکش. دراز بکش. بیا. دراز بکش آقا جون. زیر سرتون بلند نشه. سر پیری. فاطمه بفهم کلتو میکنه. آقا جون بالشو میگه. آه از اون لحاظ. چایی بذارم براتون. زحمتت میشه ولی میشه از رو چشم. چه شدی بلا. آقا جون تا شما یه چرتی بزنی منم سر میرم بازار. یکی بعد چایی چی شد؟ بعدشو میگم چایی که در خدمتتون هستم. بذارین همین وسایل مادر کجا گذاشته. آها بعدشو میگم آقا جون من که شما رو تنها نمیذارم که. عجب شبی رو گذرونی. شکر خدا به خیر گذشت. من چون خودم گفتم محال این خانم دلش نرم بشه. چی بود اسمش؟ آمن خانم. آره آمن خانم. تا صبح دعا کردم و هر معصومی که فکر کنی متوسل شدم بلکه دل این خانم نرم شد و رضایت بده که دینش گردن اون نیفته. آقا جون بی جلو شهرش بابا میسوزه؟ دلت نسوزه. تو این دنیا واسه هر دردی هزار تا دوا درمون هست. خدا رو شکر کار اون به اون ور نکشید. به قول خودتون بدتر بعدش این بود که زنه رضایت نده. البته از اصل که شما مدیون نمی‌شدی، میافتاد گردن کریم. شاید هم گردن ناصر. من حاضر بودم دینش گردن من بیفته. ولی گردن ناصر نباشه. ناصر به حساب خودش هر کاری کرده. به کرده درسته. بابا من این بچه رو خودم بزرگ کردم. قرون قرون پولی رو که از پشت در آورده همه رو یه راست برده خوابونده به حساب من. اگرم قصوری بوده از بابت من بوده. یه مسئولیت گذاشتم گردنش بامو پس کشیدم. بچه به خطا رفته. حالا هر خیر شری هم باشه هممون تو شریکیم. من ناصر کریم. انشالله پاهاشم خوب بشه. زن زحمت کشی بود بدبخت. آره انشالله به وقتی ماه عزیز زودتر شفا پیدا کنه. انشالله. آقا جون میخوایی زنگ بزنم عزیز بیاد پیشتون تنها نباشین؟ بابا من که پای رفتم به خیریه ندارم. پای مادرتم از اونجا ببری بیاری خونه نشینش بکنی که چه اونجا باشه کار خیریه بهتر پیش بره. خب نمیشه که شما هم تنها باشی اینجا. نگران من نباشو. خب یا مریم بیاد؟ نه آقا جون من تنهایی راحتم. نگران من نباشو. پس به سعید میگم. نه پاشو برو دنبال کارت. من نمیخواستی بری بازار. خب نمیشه که شما رو تنها بذارم. آقا پاشو برو نگران من نباش. من خودم از پس خودم برمیام. خیلی خب پس من یه چای واسه تو میریزم و میرم. یا علی نمیخواد اینا رو من خودم میبرم. پاشو برو بابت. خیلی خب. بابا جونم ناصر رو دیدی؟ فعلا در مورد این قضیه باش صحبتی نکن. چشم. معلومه که نمیگم. چشت بی بلا. خداحافظ. خدا پشت برنام. صبر کن اون ادب. ای بابا صبر کن عزیزم. سلام. سلام. چی شده؟ بابات کجاست؟ بیدار شدم نبود. چطور؟ میخوام باش حرف بزنم. درباره چی؟ در مورد خودم خودت. درباره چی؟ خانواده من اینجا خواستگار بیا نیستن. از اون ورم من تا با تو ازدواج نکنم دست بردار نیستم. اینو که نمیخواد به بابام بگی؟ برای چی نگم ها؟ مگه خلاف شهر کردم؟ مرگ یه بار شیون یه بار. نازی خسته شدم بس که به مادرم التماس کردم بره با حاج کاظم صحبت کنه بیاد اینجا. اون اینجا بیا نیست. را چی میخوای به بابام بگی؟ بهش میگم آقا اصلا فکر کن من بدبخت تنها. من خانواده ندارم. نه پدری، نه مادری، نه برادری. شرط بابامو که میدونی. من تو درد سر میفتم ناصر. به درد سر میفتی؟ نازی من چی بگم؟ روزی که اومدی ایران با کل خانواده‌ام به درد سر خوردم ها؟ بابات یه شرطی رو گذاشته که آخرش از اول بهتر از هر کسی میدونسته. اون بهتر من و تو میدونسته که آقا جون من اینجا بیا نیست. فکر نکنی من بچه‌م نمیفهمم. خیلی خب ناصر عزیزم آروم باش. من برم برات لیوان آب بیارم. نمیخورم.
ناصر، ناصر کجا میری؟ خواهش میکنم ناصر. خب خب خب، حالا باید فکر کنم که اون یه پسر تنهاست، نه پدری نه مادری نه خانواده‌ای، درسته؟ کاظم باید بیاد اینجا. هاش کاظم که نمیاد اینجا. تو میاریش، تو میاریش. تو چیا